به این قسمت دیگه از برنامه پلگرام تاکس خوش اومدید. امروز یک مهمان عزیزی همراه من هستن از کشور امریکا، استیت کالیفرنیا، شهر قشنگ لس آنجلس. سپیدنود عزیز، سلام. سلام، مرسی که دعوت منو پذیرفتی. ممنونم، مرسی از شما. ان شاءالله که گپ خودمونی خیلی خوبی با هم داشته باشیم. تا جایی که من میدونم سپیدنود اسم هنریتونه، درست متوجه شدم؟ بله درسته، اسم هنری من هست سپیدنود. خب اسم خودم سپیده هستش و ما خب خواننده دیگه به اسم سپیده داریم و برای اینکه خب دو تا سپیده نباشه من اسمم رو عوض کردم و یه اسمی رو انتخاب کردم که خب شبیه باشه به اسم خود. سپیدنود یکی از اسمای خیلی قدیمی هستش، اسمای قدیمی توی شاهنامه هست که در واقع شخصیتی که بودن ایشون زن بهرام گور بودن و معنی خود اسم سپیدنود، معنی کلمش هم به معنای برفی که در بهشت میبارد، معنی خود سپیدنود هستش. اسم قدیمی ایرانیه. یعنی مطمئنم وقتی که انتخاب کردید رفتین و جستجو کردین، درست میگم؟ من تقریبا میتونم بگم شاید نزدیک 2 سال دنبال اسم میگشتم، برای اینکه یه اسمی باشه که هم به اسم خودم نزدیک باشه، هم اسمی باشه که من باهاش ارتباط برقرار کنم. چون شما بعد از اینکه یک اسم هنری رو انتخاب میکنین دیگه در واقع میشه گفت اسمتون کاملا تغییر میکنه. درست. به اون اسمی که یعنی انتخاب کردیم، به خاطر همین خیلی طول کشید اسمی پیدا بکنم که دوستش داشته باشم و باهاش ارتباط برقرار کنم و بالاخره پیداش کردم بعد از کلی جستجو و گشتن. اون اسمی بودش که واقعا دوستش داشتم. سپیدنود عزیز، تا الان 6 تا کار آدیو ازتون پخش شده، 1 دونه ریمیکس که میشه جمعا 7 تا و از اون 6 تا یا از اون 7 تا جمعاً 4 تاش ویدیو شده. درسته. یعنی هر کاری که توی سایت رادیو جوان بوده کلاً اونا هست یا کارهای بیشتر از این هم داشتید؟ نه، کل کارهایی که توی رادیو جوان هستش کاری هستش که من ریلیز کردم و قرار دادم. کارتون رو سال 2014 شروع کردین، درسته؟ بوده 6 سال پیش؟ در واقع 6 سال پیش، سال 2014 اولین ترک من به صورت رسمی سولو ریلیز شد، ولی اگر که بخوام کارم خدمتتون عرض کنم شاید یکی یه چیزی هولوش 7 الی 8 سال قبل از اون تاریخ شروع کردم. یعنی تقریبا میتونم بگم از به صورت حرفه‌ای موقعی که 18 سالم بود، 18 19 سالم که بود، من این کار به صورت حرفه‌ای، یعنی به صورت حرفه‌ای توی تلویزیون بودم و خیلی از جاهای دیگه این کار رو انجام دادم که، ولی برای اولین ترکی که سینگل ترکی که من ریلیز کردم، یعنی کار رو بیرون پخش شد، بله اولیش سال 2014 بود. خیلی عالی. قبل از اینکه بپردازم بهش، چون یه چند تا سوال ازش دارم، حتما یه گذر میکنی از اینکه از اون فیلم کام گفتی 7-8 سال قبلش، یعنی 2006-2007 دیگه، نزدیک 14-15 سال پیش. دقیقا. خب یه ذره من میبری تو اون فضا. من شاید 15 سالم که بود، یعنی 3-4 سالم قبل از اون تاریخ خدمتون گفتم، این کار رو شروع کردم با یه گروه کوری شروع کردم به نام گروه کور آوا که توی تلویزیون ما کار میکردیم و میتونم به واقعا میتونم به جرئت بگم اولین و تنها گروه کوری بودش که خانوم توی تلویزیون به صورت برنامه زنده اجرا میکردیم، یعنی پلی بک بود در واقع، ولی خب برنامه زنده بود و اولین کارهای حرفه‌ای من توی تلویزیون به صورت یه سری کار دوبله انیمیشن یا یه سری کار کور که با گروه کور آوا بودم و یه سری کار رادیویی و کار به این شکل و بک وکال برای یه سری از خواننده‌ها. بعد در سال یعنی همون 2006 فکر کنم که شما فرمودین که من شد ناره 18 سال، 3-4 سال بعد از این داستان، من با گروه پیکولو شروع به کار کردم، فضا که تقریبا میتونم بگم اولین گروه راک ایران بود پیکولو که ما اجرا کردیم که با یه سری از موزیسیان های فوق‌العاده عالی که به کدومشون هم خانم سارا نایمی، رضا تاجباش و خیلی از موزیسیان خیلی خوب دیگه، اون موقع ما شروع کردیم به کار کردن به صورت گروه راک و دیگه از اونجا دیگه شروع شد، اجراها شروع شد با گروه های مختلف و با خواننده های مختلف تا موقعی که دیگه من ایران بودم و میتونستم اجرا داشته باشم. من تا جایی که میدونم، چون اسپانی از پیکولو، نیما رمضان هم با شما تو اون گروه بله. همکاری میکرد. آره، چون من بله. نیما رمضان بله، بله. دوستای خیلی خوب من هستن که گیتار الکتریک میزن، خیلی ها بودن، یاریش صالح پور بودن سرپرست گروه، کاوه رمضان زده، سهراب رمضان زده درام میزدن،
و سام نظری، واقعا بچه های فوق‌العاده‌ای. بعد شما به عنوان وکالیست توی گروه پیکالو فعالیت داشتین؟ به عنوان بک وکال توی ایران که خب ما به عنوان خواننده سولو نمیتونیم اجرا داشته باشیم دیگه، قطعا به عنوان بک وکال. یکم منو میبرید تو اون فضا، چند تا برنامه رفتی به عنوان بک وکال؟ بعد به قولید کدوم سالون ها رفتی؟ میدونی یادی داری؟ با پیکولو من خاطرم هستش که ما با پیکولو فقط یک بار تونستیم اجرا بریم با اون بند به اون شکل. قبلا پیکولو که بند کوچیکتری بود، خیلی بند کوچیکتری بود قبل از این اجرای ما، چند تا اجرای دیگه ای داشتن، ولی اون موقعی که دیگه پیکولو اسمی بر خودش درست کرد که بند خیلی بزرگی درست کرد و ما، من یادمه که توی سعدآباد ما اجرا داشتیم که سه شب اجرا داشتیم و خب درگیری و اذیت‌های خودشون هم داشت، همون سه شب هم هر شب دو بار چیز میکردن که میخوان برنامه رو مثلا کنسل بکنن، نمیذاشن، چون هم موزیک خیلی موزیک متفاوتی بود، هم همه چی یه تفاوتی داشت اون موقع. خب نسبت به کارهای دیگه که انجام میشد، گروه پیکولو که حتی اسم رو اذیت کردن، گفتن اسم رو باید عوض بکنیم، پیکولو رو اسمش رو عوض کردن کوک، اسم گروه عوض شد برای اینکه اجرا بتونیم بریم. و سرپرست این گروه خیلی هم بنده خدا خیلی هم اذیت شدن و بعدن هم خب اصلا اجازه دادن اجراهاشون، یعنی آلبوم بتونن بدن، و سالها درگیر این بودن که بخوان آلبومشون درست بکنن. برای همین من یادم، من با گروه پیکولو یه اجرا داشتم سه شب توی سعدآباد، برای خب با خواننده‌های مختلف، خیلی خواننده‌های مختلف موقع میگم، چون ما به عنوان بک وکال کار میکنیم و اون دوره موزیک اون دوره همیشه توی اجراها از خواننده خانوم استفاده میکردن. من یادم تا شاید تا 5-6 سال بعد از این داستان هم همچنان از خواننده خانوم استفاده میشد به عنوان بک وکال. بعدش دیگه متاسفانه یکی اصلا کلن سیستم تغییر کرد و که الان میبینی سال هاست کسی بک وکال دیگه رو استیج نمیبره. درسته، بیشتر خواننده ها دیگه نه، بیشترشون هنوز تک و توک. من دیدم کارهایی که خانم بک وکال های خانم هستن، ولی جمعن را درست میگه خیلی کمتر شده. دوست دارین خواننده های دیگه که براشون بک وکال بودید رو اسم ببرید؟ خیلی ها بودن. حضور ذهنم با یه گروه دیگه کار میکنم به نام گروه تیکا که ما خیلی اون موقع اجرا داشتیم، میتونم بگم دومین گروه آقای محسن رجب‌پور بود، یعنی اولین گروه گروه آریان رو درست کردن ایشون، دومین گروه گروه تیکا بود. با ایشون بودم، با یه خواننده به نام سهیل زاخری و با خواننده های خاطرم نیست، خواننده هایی که توی تلویزیون چون ما خواننده مجوزدار ارشاد بودیم، با خواننده هایی که تو تلویزیون خیلی میخوندن اجرا میذاشتن، داستان میگم حالا 16 سال پیشه، با خیلی از خواننده های اون موقع اگه حضور ذهن داشته باشم اسمشون یادم نمیاد. بعد ببینم سپینور عزیز، خب قاعدتا تو سن 17-18 سالگی گفتی دیگه وارد صحنه میشی دیگه، پدر بله. مادر جلوت وای نستن میگن چی کار میکنی، چرا مثلا باید دختر ما بره بالای صحنه حالا بک وکال؟ میخوام بدم که آیا کلن با این مسئله اوکی بودن از اول یا نه تو یه دختری بودی که حالا معروف حرفت رو به کرسی میشوند یا انجام میدادی کاراتو؟ پدرم اصلا موافق نبودن، اصلا، به خاطر شرایط کارشونو و به خاطر خیلی از مسائلشون، حال ذهنیتایی که داشتن. کلن از بچگی من به جرأت میتونم بگم به زور این کار رو انجام دادم تا یه سنی که دیگه قبول کردم. ولی مادرم خیلی همیشه موافق این بودش که من کاری که توش خوبم و بلدم و بعد انجام بدم، خیلی من رو حمایت کرد. پدرم هم بعد از دو تا کنسرت که داشتم که دعوتشون کردم و اومدن، یکم چیز میدونید آرومتر شدن، یعنی یکم دیگه قبول کرد که اوکی خب حالا به اون چیزی که میخواسته رسیده و تا یه جایی که میتونسته موفقیت آمیز بوده و پیش برده کار موزیکو. ولی نه، این شکلی نبودش که، میگم از سمت مادرم خیلی حمایت میشدم، ولی در کل به هر حال زمان 18-19 سالگی من هم اینطوری نبودش که پدرها خیلی حرف داشتن برای اینکه میدونی موافقت نکنم. اصلا به راحتی این کارو نکردم، یعنی تا همین الانشم به سختی، همه قسمتاش به سختی بود.
آره یه حدود میشه سال 84 83 83 83 83 من اولین اجرای دقیقاً با پیکول. برای من جالبه چون هیچ کدوم از اینایی که الان میگید اصلا هیچ جایی نیست. خود تصویری از اون دوران ویدیویی داری اصلا؟ یعنی فلایری چیزی که تو رو برگردن من دارم به عنوان پیکولو هستش. اتفاقا من چند وقت پیش نمیدونم رضای تاج بخش بود یا داریوش صالح بود یادم نیست کدوم از بچه اتفاقا توی فیسبوک شیر کرده بودن یکی از عکسامون و یکی از اجراهامون. ولی خودت تو صفحه شخصیت نداری سپینوز؟ نه خیلی به خاطر اینکه اولا فیلم برداری که اون موقع شده، یعنی فیلم برداری بوده که کسی همجوری با میدونید مثل الان نبوده که شما راحت هر همه گوشی دستشونه و فیلم برداری میکنن. کیفیت ها خوب نیست، یعنی چیزی که دارن صدا خیلی توش معلوم نیست، خیلی چیز مشخصی ازش نیستش. میگم الان خیلی همه چی راحت تر شده، خیلی خیلی متفاوت تر. دقیقاً اصلا کلا بودن رسانه های اجتماعی خوب خیلی کمک میکنه به خواننده ها. خب بعضی فست ترک میکنیم میایم به سال 2014 که اولین کار به قول من رسمی شما به عنوان یه دنیا از تو ممنونم در میاد، درسته؟ بله. این کار ویدیوش تو ایران ضبط شده؟ بله. آره مشخصه. اصلا ترس نداشتین؟ خیلی. چون تا جایی که من ویدیو رو دیدم، یعنی من نمیدونم شما خودتون الان نگاه میکنی ویدیو مال 6 سال پیشه دیگه، متوجه میشید که این کار مال ایرانه دیگه؟ یعنی کسی ندونه؟ چون مشخصه به نظرم معلومه. آره دیگه، چون شاتا کلوزآپ خیلی صورت مشخص نیست. من خیلی دنبال این بودم که خب کجا این ضبط شده، خیلی هم مشخص نیست. یعنی حالا اون کارگردانی که این رو کارگردانی کرده خیلی حالا ماهرانه یه جورایی مکان رو لو نداده. درسته. ببینید اولا که خب ویدئوی من میتونم بگم جز معدود ویدئوهایی بودش که من خودم ایران بودم و ویدئوم اومد بیرون. موقع من بودن دوستای دیگم که توی مثلا خب میخوندن ترک میدادن یا صداشون بیرون بود، ولی ویدیو ازشون بیرون نمیمد تا موقعی که توی ایران هنوز بودن. حالا من نمیدونم واقعا الان خودم وقتی فکر میکنم بعضی وقتا چه جوری جرأت کردم یه همچین کاری. آیا همون جرأت سپینوده که تو 18 سالگی که میرو سنه الان مثلا یه چه میدونم چند سال از این موضوع میگذره، یه 7 9 سال از روی اون استیج میگذره، حالا بیام یه کاری بکنم در داخل ایران ویدیوی ضبط بکنم پخش. اولین شبکه‌ای که پخش کرد میدونی اسمش یعنی کدوم شبکه بود؟ پی ام سی پخشش کرد. اتفاقا پی ام سی وقتی پخشش کرد من فکر نمی اون موقع مثل الان نبود، الان ما خواننده خانم خیلی داریم، اون موقع کسی جرأت اینا نداشت که بخونه یا اگر که میخوند کار از خودش بیرون نمیداد تا موقعی که توی ایران بود. من ایران بودم، اصلا هیچ برنامه‌ای هم نداشتم از ایران برم و خیلی جدی هم ویدیو درست کردم برای خودم و فکر نمی کردم که مثلا حالا اینقدر اون ویدیو تو زمان خودشون ویدیو دیده شد خیلی توی و توی پی ام سی شاید توی 4 هفته فکر میکنم یا 3 هفته خاطرم نیست جزء تاپ 20 میشد، هی ویدیو میومد بالا به خاطر اینکه حالا هم خواننده و فکر میکنم معلوم بود کاملا دیگه که خب اون خب اگر من میتونستم خودم رو نشون بدم قطعا نشون میدادم دیگه، اینجوری که یه جوری باشه که دیده نشه. حالا فکر میکردم که دیده معلوم هم نیست، ولی معلوم مثلا یه نیمه حجابی هم هست و میگم خیلی یعنی شات ها مشخصه. حالا من شاید چشم عادت داره خیلی راحت میتونم متوجه بشم، ولی خب قاعدتا قصدم این نبودش که بخوام، چون من خیلی کلا مخالف اینم که چیزی که برخلاف قانونه رو انجام بدم، یعنی این نظر شخصیمه. واقعا هدف و قصدم این نبودش که بخوام کاری بکنم که قانون رو مثلا میدونید زیر پا بذارم، اصلا قصدم این نبود. انقدر دوست داشتم این کار رو بکنم، انقدر دلم میخواست برای خودم ویدئومو داشته باشم و انقدر این ترک رو دوست داشتم و واقعا هر خواننده‌ای که ترک میخونه این ترک ها مثل بچه یادم میمونه، انقدر دلم میخواست این به ثمر برسه و شنیده بشه. واقعا دنبال این نبودم و تمام تلاشم رو کرده بودم توی ویدیو که مثلا حجابه همین چیزی که دقیقا فرمودین یه نیمچه حجابی باشه، خیلی خودم رو نشون ندم یا واقعا پوششم رو یه پوششی کردم که نمیخواستم این باشه که من میخوام خودم رو نشون بدم، خواستم
ویدئومو میخواستم نشون بدم. میدونی دلم میخواست این کار ویدئو بشه. دقیقا. نه کار قشنگی. یعنی من نگاه میگم شاید بگم اولین باری که با اسم سپینود من برخورد کردم سال 2015 بود، بعد از این کارتون. یعنی من تا جایی که میدونم 2014 اولین کارتون اومد بیرون. دو تا کار تو ایران دارین، درست میگم؟ دومین کارتون هم تو ایران ضبط شد؟ من سه تا کار تو ایران ضبط کردم، یه دونه ریمیکس هم تو ایران. اوکی. میشه یه نیمه پس یه دنیا از تو ممنونم که اولیشه، دومیش روزای بی توه؟ روزای دومش روزای نه دلم با اسمشون فراموش کردم، اسمای کار خودم فراموش کردم. اولیش که یه دنیا هست و ممنونم هستش، بعدش ریمیکسش هست. آها. یعنی دقیقا 6 ماه بعد از اینکه ترک یه دنیا هست و ممنونم اومد بیرون، بعد از 6 ماه ریمیکسش رو انجام دادیم. بعدش یه کار رگه دارم که اسمش هست یادت میافتم ترک، یعنی برای سومی هست در واقع، دومی که ریمیکسه، این سومی و چهارمی هم روزای بی تو. روزای بی تو دیگه بعدش کار نکردم تا 2 سال. دقیقا یه وقفه میفته. یعنی من نگاه که میکردم تایملاین 2014 کار میاد بیرون، 2015 کار میاد بیرون، بعد 2016 2017 خبری از سپینود اصلا نیست، 2018 یک کار، 2019 دو کار. چی شد تو اون 2 سال؟ چه اتفاقی افتاد؟ میخواستم از ایران بیام بیرون، یه سری اتفاق هم افتاده بود که نمیتونستم، یعنی به خاطر همین شرایط قانونی و اینا نمیتونستم کار انجام بدم و میخواستم بیام بیرون حتما از ایران و ترسیده بودم دیگه. اون شجاعتی که کارا رو دادم بیرون، یعنی فکر نمی کردم اینقدر چیز بشه تو اون موقع، مثلا شنیده بشه، دیده بشه، و یکم یهو ترسیدم و میگم این سه اتفاقم افتاد و بعدش دیگه گفتم که دیگه بعد. و خیلی هم سخت گذشت برم اون تایم اتفاقا. خب یه چیزی بگم، آیا این ربطی به سنتون، یعنی سنتون که 30 رد نکرده بودین این اتفاق افتاد، یا سیم خانم ربطی به سنه داره که یعنی یه بحره زمانی یه دهه رو تموم میکنید حالا مهاجرت اتفاق میفته، شاید یه ذره آدم محافظه کارتر میشه، امکان داره اونم توش فاکتور باشه؟ نه 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 اینطوری نیست. من وقتی تصمیم بگیرم کاری انجام بدم انجام میدم، سنش مهم نیست. خیلی عالی. من شخصا تو کارهایی که از شما تا الان پخش شده، بذار اینو بگم، اوله من یه دنیا از تو ممنونن خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم همون موقع هم، یعنی میگم 2015 که شاید برای اولین بار شنیدمش ارتباط برقرار. دومین کاری که خیلی من شخصا خوشم میاد دلم تنگ است، یعنی نمیدونم حالا شاید من سلیقم متفاوته، ولی خب این دو کار خیلی برای من جذاب تره، یعنی با روحیات من خیلی خوانده تره. تو 4 تا ویدیویی که از شما پخش شده یه سوال بکنم، شما با دوربین راحتین؟ با دوربین یعنی خودتون وقتی که تو این 4 تا موزیک ویدیویی که دیدین، من سپیدونه، یعنی می سپیدونه که آخرین کارتون که اومد بیرون بی‌معرفت رو نگاه می‌کردم، خیلی کامفورتبل ترین جلوی دوربین تا مثلا کارهای حالا بگم معجزه یا دلم تنگه. خودتون این حسو دارید یا نه فکر نمی‌کنید فرقی کرده براتون؟ والا معجزه که آخرین، اتفاقا اگر که بخوام بگم به مرور بهتر شده باشه، معجزه آخرین کارم، پس باید معجزه بهتر می بود اگر که این شکلی. بی‌معرفت اولین ویدئویی هستش که من وقتی که اومدم امریکا هم ترکش رو ریکورد کردم و هم ویدیو رو انجام دادم توی بی‌معرفت. ولی بذارم بگم دلیلش رو، چرا میگم بی‌معرفت. معجزه کارگردان ایرانی نداره، درست میگم؟ نه هیچ، تقریبا میتونم بگم که آره، معجزه اصلا هیچ چیز ایرانی نداره. هیچ چیز ایرانی نداره. همون شاید اون حس رو من نمیگیرم، یعنی شاید چون اون نمیدونم، شاید اون دید کارگردان برای من با کلمات با اون ادیتایی که شاید روش بخوره. مثلا بی‌معرفت من خیلی میتونم به جرات بگم که سپینود خیلی، یعنی من تصویرها رو که داشتم نگاه میکردم قبل از صحبتمون، خیلی حرفه‌ای‌تر جلو دوربین. نمیدونم، شاید
هر کدوم از شاید من اینطوری چون از نظر اینکه من جلوی دوربین راحت بودم یا نبودم هیچ فرقی نکردم و خودم احساس میکنم که خب هرچی که شما کار انجام میدین راحت تر میشین، ولی من احساس میکنم که حس موزیکه و اون نسبت به موزیک، نسبت به اون شعر، من اون بازی رو در واقع انجام میدم. بی‌معرفت خب یکم غمگین تره، یکم میتونم بگم شخصیت خیلی مظلوم تره، شاید مثلا حالا نمیدونم احساس کردن راحت تره، نمیدونم چون خودم این احساس رو نداشتم و شاید هم برعکس، حتی خودم احساس میکردم که توی معجزه خودم احساس میکردم که خیلی راحت ترم توی ویدیو و قصدم هم همین بودش که چون داستان داشت معجزه، ویدیوهای داستاندار بود، من نمیخواستم خیلی هم مدل خیلی دیگه مدل، چون خیلی داستانش داستان خیلی تکراریه، یعنی من واقعا میخواستم که داستان همینجوری داستان تکراری مهربون باشه، یعنی میخواستم یه چیز باشه که بارها و بارها دیدیم، تو هزار تا فیلم دیدیم، ولی بازم وقتی میبینیم ناخودآگاه لبخند میزنیم، چون همیشه دیدن صحنه‌های عاشقانه قشنگ اینجوری آدمو خوشحال میکنه و من دقیقا همینو میخواستم. حالا نمیدونم چه جوری این حسه بهتون القا شده، ولی من خودم احساس میکنم توی معجزه خیلی راحت تر بودم. بسیارم عالی. بعد سوالی که برام پیش میاد در رابطه با کارهایی که انجام دادید، الان تو سال گذشته تو سال 2019 دو تا کار ازتون اومد بیرون یا یک دونه؟ فکر میکنم دوتا کار اومد بیرون. بعد چجوریه سپیدون عزیز، شما این کارها رو قاعدتا خب با یه خواننده و شعرهایی که انتخاب میکنه یه ارتباطی باهاشون به قول معروف ایجاد میکنه، از اون شاعر میگیره، بعد یه مدتی به قول معروف روش کار میکنه، حالا با آهنگسازا آهنگ رو درست میکنن، بعد تو استودیو ریکورد میشه. این فصل آهنگ از وقتی شروع میشه، یه پروژه رو استارت میزنه تا وقتی اتمام میرسه، وقتی تموم میشه مثل یه پکیجی که تموم میشه گذاشته میشه کنار برای شما، یا نه هنوز که هنوزه بهشون گوش میدی؟ خیلی وقتا چون هر کدوم از این آهنگایی رو که هر خواننده ضبط میکنه قطعا یه خاطره ای باهاش داره، یه بک‌گراندی پشت ذهنش هستش که تو چه حس و حالی بوده این آهنگ رو اصلا انتخاب کرده، تو چه حس و حالی بوده وقتی این آهنگ رو خونده، یا توی ویدیوش حالش چجوری بوده. قطعا همینطوره، من خیلی وقتا قشنگ بسته به حالم، یه وقت یه دنیا از تو ممنونم و مثلا خیلی یه دنیا از تو ممنونم خیلی ترک غمگینیه برای من، و من اون موقعی که واقعا این ترک رو خوندم شاید میتونم بگم 3 یا 4 بار من تو استودیو قطع کردم چون نمیتونستم بخونم، گریم میگرفت نمیتونستم بخونم. برای همین خیلی سعی میکنم یه دنیا از تو ممنونم گوش نکنم، به خاطر اینکه انقدر منو میبره به اون تایم و انقدر ناراحتم میکنه، ولی خب خیلی وقت هم گوشش میکنم. دقیقا همینطوره. بعضی ترک ویدیوامو همیشه نگاه میکنم، ویدیوامو به خاطر اینکه هر بار که نگاه میکنم، مثلا چند وقت نگاه نمیکنم، بعد که مثلا نگاهش میکنم یه نکته جدید دستم میاد توی حالا میمیک صورتم، توی حرکات بدن، توی همه چی. قطعا همه اونا رو هی نگاه میکنم، گوش میکنم و بعد ترک های بعدی رو برنامه‌ریزی میکنم. خیلی عالی. پس الان یعنی سال پیش برات معجزه اتفاق افتاده که آهنگ معجزه خوندید؟ میخواستم که این معجزه اتفاق بیفته. اوجدی افتاد؟ معجزه های خیلی زیادی تو کلن، من خیلی اولا به معجزه واقعا اعتقاد دارم، یعنی بی نهایت، و آره اتفاق خیلی خوبی از پارسال تا حالا، اتفاقا از بعد از این ترک خیلی اتفاقات خوبی تو زندگیم افتاده. یه ذره پلن موزیکیمو داشتم تغییر میدادم و یه سری کارهایی که حالا به مرور حالا تو آینده در جریان قرار میگیریم میبینید، یکم میخواستم که متفاوت بشه و شد، واقعا اتفاق افتاد، معجزه. آره واقعا بر من هر روز هر ثانیه داره برام اتفاق. بسیارم عالی. و جریان برای سوال آخرم تو این قسمت بی‌معرفت چی بوده؟ واقعا کسی بوده بی‌معرفتی کرده به سپینود؟ اگه میشه کسی باشه که بی‌معرفتی ندیده باشه، همه یکی 5 بار بی‌معرفتی احتمالاً دیدن. قطعا منم دیدم. الان از این 6 تا کاری که اومده بیرون
قاعدتا جدیدترین کار باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنی؟ هم معجزه گفتیم باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنی الان، چون تازگی داره، هنوز از تازگیش نیفتاده، درست میگم؟ درسته. با حس و حال الان هم بله، هر کدوم از اونا نسبت به زمان خودش حال اون موقع هم بوده. چقدر عالی. من توی اینستاگرامتون که نگاه میکردم یه چند تا اتفاق افتاد که دوست دارم دربارش صحبت بکنیم. یه چند تا کاور سانگ دارید که در استودیو یا در حالا محل خونگی دارین اینا رو ضبط میکنین، ویدیو شده، ضبط شده که با یک پیانیستی به نام نیما حافظیه که من برام خیلی جالب بود. این شخص کلن حالا شخصیتش و کلن کاری که می نوازه اصلا میشه دوست دارین دربارش صحبت کنین، چون تو متعدد کار دیدم، حتی تو یه دونه از دو تا از پستاتون که کنسرت هم بوده، یعنی یه گرد همایی بوده، ایشون پیانیست کار بوده، درست میگم؟ بله. خب دوست دارین یه ذره دربارش صحبت کنین، اصلا آشناییتون با نیمای عزیز چجوری این آشنایی به وجود اومد و چرا نیما؟ خب کلن کلی میوزیشن هست دیگه تو شهرتون دیگه. درسته. من خیلی به اتفاقایی که میفته، به نشونه ها کلا توی زندگی خیلی اعتقاد دارم و همیشه وقتی که دنبال یه چیزی هستم درخواستش میکنم از یونیورس، خدا، طبیعت، هر چیزی که حالا هر کسی به یک کدومش اعتقاد داره یا من به همش با هم اعتقاد دارم. خیلی اتفاقی از طریقی که دوستامون، من با نیما حافظی عزیز آشنا شدم. فوق العاده پیانیست حرفه‌ای، فوق العاده هنرمند با اخلاق، چون خب قطعا ما خیلی نوازنده های خوبی داریم، ولی مهم اینه که از نظر اخلاقی شما بتونید با هم دیگه مچ باشین که بتونید با هم دیگه کار بکنید، چون کارهای هنری حالا مثل موزیک من توش کار میکنم کار آسونی نیست، کاریه که باید از نظر اخلاقی دو نفر با هم دیگه مچ باشن، چون کار هی تکرار میشه، میدونید، خیلی باید از نظر حس و حال و اخلاقی خیلی باید نزدیک به هم باشن و میتونم اینجوری براتون توضیح بدم که از یه دریچه به اون داستان نگاه بکنن. بر همین من از نظر نگاه هم به موزیک با نیما خیلی هماهنگه، یعنی دقیقا پوینت هامون با هم یکیه و مثل هم نگاه میکنیم به داستان موزیک. خیلی اتفاقی من با ایشون آشنا شدم و خیلی از کارش خوشم اومد، خیلی از اخلاقشون خوشم اومد و شروع کردن با هم دیگه کار کردن. اون اجراهایی هم که دیدین، نیمای عزیز یه گروهی دارن به نام ایسترن فیوژن که کارهای قدیمی رو تنظیمش رو عوض میکنن، به صورت بیشتر حالت جاز درست میکنن تنظیمش رو و اجرا میکنیم، که یه اجرایی هم ما داشتیم که خیلی هم اجرای جالب بود، من خیلی تجربه قشنگی بود و من خیلی دوست داشتم اون اجرا رو. یا آهنگای قدیمی که توی اینستاگرام هم هست، نیما با همکاری، یعنی من و بقیه بچه های گروه کار رو عوض کردیم و به اون شکل انجامش دادیم. بعد سوالی که برام پیش میاد، یکی از کارهایی که خوندید کار ویگن بود دیگه، شادروان ویگن بود اگه اشتباه نکنم. بله. کارهای دیگر رو باید، یعنی آهنگ ها، ملودی ها به گوشم واشتم ولی نرفتم ببینم که اوریجینال کار رو که خونده. چند تا کار دیگه خونی؟ چون میدونم بیشتر از یک، یعنی سه کار خونی، درست میگم؟ درسته. یکی از کارا کار مهتاب استاد ویگن هستش، کار دوم کار از خانم گوگوش گنجشگاه خونه هست که با همه اینا تنظیم عوض شده، و کار سومم ای شرقی غمگین کار فریدون فرخزاد عزیز که من واقعا دوستش دارم. و کلن انتخاب شعرها، یعنی حالا تو انتخابی که چه ترانهایی خونده بشه از طرف شما، هوشمندانه بوده دیگه، که غالبا انتخاب آهنگ ها و من نگاه میکردم اون کار قشنگی، یعنی در اومده، یعنی مطمئنن روش فکر شده کارها، هم از طرف نیما هم از نظر شما که مطمئنن تو ویدیوهاتون که نگاه میکردم تمرین بالاخره کردید، آماده شدین برای اون برنامه. چه حسیه وقتی رو صحنه میری؟ خب شما اصلا 18 سالگی رو صحنه بودی، فرقی داره؟ هنوز اون تپش قلبه میاد سراغتون؟ چون اون موقع بک وکال بودید، شاید به قول معروف یکم دورتر از جلوی صحنه بودید، الان جلو
موزیسین ها پشتن چجوریه؟ فرق میکنه حس حالش یا همون حسه؟ به نظر من خیلی حسش، یعنی استرابش خیلی بیشتره، استرسش خیلی بیشتره، یعنی قطعا. ولی و اینکه من اینجوری که حالا من که حالا خیلی جا دارم هنوز تا تجربه ها بیشتر بشه و روز به روز حالا با امید خدا بهتر و بهتر بشه کارم، منتها من اینطوری که از تمام خواننده ها شنیدم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، این تپش قلبه و این استرابه و این هیجانه هیچ وقت از بین نمیره، همیشه هست و اصلا جذابیتش هم به همین خیلی خیلی حس خیلی جالبیه برای من. من همیشه این حس رو دارم، چه اون موقعی که برای اولین بار، من یادم اولین اجرایی که من رفتم یه فستیوال موسیقی بود توی قشم که 3000 نفر اومده بودن، اولین باری که من روی استیج بودم. از همون موقع تا همین الان که من حالا هر چی اجرا داشتم، کوچیک بزرگ هر چیزی که بوده، من فکر میکنم روی استیج زمان برام متوقف میشه. یعنی من واقعا احساس میکنم که موقعی که من شروع میکنم زمان رو انگار قطع میکنن برای من و بعد وقتی که تموم میشه اصلا یه خلایی برام ایجاد میشه، یعنی یه چیزی که من متوجه شدم. یکم توضیح بده یعنی چی؟ یعنی تون میگذره اصلا نمیگذره، یواش میگذره، قطع میشه، تون میگذره ولی احساس میکنم تون میگذره ولی احساس میکنم که انگار که کاملا خاموش میشه همه چی، یعنی همه چی خاموش شده و فقط انگار همه دنیا خاموش میشه، فقط همون قسمت روشنه. نمیدونم چجوری توضیح بدم، یه حس خیلی عجیبه و خیلی حس جالبیه، من خیلی دوست دارم. خیلی دوست. به نظر من کلن برای خانوم، من در مورد مارکت ایرانی صحبت میکنم، کار برای خانوم چندین برابر سخت‌تره، به خاطر اینکه به چند دلیلی که حالا اینا دلایلی که من فکر میکنم هستش. یکی از مهمترین دلایلش اینه که سالیان سال تمام موزیسین های ما و تمام آهنگسازها، شاعرها همیشه برای آقا کار کردن و خب قطعا اون جایگاهی که برای مرد ساخته میشه توی موزیک با جایی که برای خانم ساخته میشه متفاوت هستش. برای همین الان من فکر میکنم که آهنگسازای ما خیلی تبحر خیلی بیشتری دارن برای کاری که برای آقایون میسازن و خیلی جالبه که شاعرهای ما عادت کردن به شعرهای مردونه، یعنی اکثر خیلی جالبه، ما خیلی از شاعرها بر من شعر میفرستن و شعر کاملا مردونه است، یعنی کاملا مرد داره برای یه آقا داره برای خانوم میخونه این شعر. اکثر شعرها، یعنی شاید من خیلی از شعرها که برام میفرستن میگم که وای داره میگه مثلا دست کشیدم لای موهات، مثلا چتر رو برات باز کردم. خب میدونی یعنی کاملا شعر مردونه. اگه دقت مثلا بکنن متوجه میشن که همه نه اکثریت دارن مردونه شعر میگن. به نظر من خیلی سخت داره. و یه نکته دیگه که از نظر من میگم، باز اینو نظر شخصی من هستش، گوش اکثر ایرانی ها توی این 30 سال گذشته عادت کرده به صدای مرد، یعنی عادت کرده که به تمام از بعد از انقلاب که تمام خواننده ها دیگه مرد شدن، صدای زن خیلی دیگه پیدا نیست توشون، یعنی اکثرا عادت دارن. و خیلی جالب الان شما مارکت ایرانی هم که نگاه بکنید، یه آقا خیلی راحت میاد بالا و خیلی راحت میبینین، خیلی ما روزانه داریم آقایونی که میان ظرف 2 ماه معروف میشه میاد بالا، حالا بماند که به همون مقدارم که معروف میشه معمولا خیلی زودم این روند برمیگرده، ولی خانوم ها خیلی دارن سخت تلاش میکنن و اون اتفاقی که باید بیفته براشون به نظر من، برای هیچ کدوم از خانم هامون، اون اتفاقی که شایستش بودن هر کدوم نسبت به تلاششون، نسبت به جایگاهشون، اون اتفاقی که بعد براشون میافتاده نیفتاده. من اینطوری فکر میکنم. نگفته نموند که خانم هام الان خیلی دارن شدید کار میکنن، چه در حالا داخل ایران که حالا به قول معروف زیرزمینی کار میکنن، چه از بیرون ایران که خیلی هم الان تعدادشون نسبتاً بالاست. یعنی پس شما حس رقابتی ندارید که مثلا الان مثلا تعداد خواننده های زن داره زیاد میشه؟ حس نمی کنی که رقابتی هست؟ یعنی فکر می کنی که هنوز جا هست که اضافه بشه به تعداد زنهای خواننده؟ ببینید احساس رقابت که خب خیلی الان ما خواننده خانوم داریم که دارن میخونن، قطعا روز به روزم داره تعدادشون بیشتر میشه، ولی هنوز هم نسبت به مارکت ایرانی، نسبت به خواننده های مرد هنوز قابل قیاس نیست. و من
منظورم این هستش که اون اتفاقی که باید برای خواننده زن بیفته نمیفته. ما خیلی خواننده معروف داریم، خیلی خواننده ها داریم که خیلی الان از نظر اینستاگرام و خیلی چیزا معروف شدن، ولی اون اتفاق براشون نمیفته. اتفاق از نظر من اجراست. من حالا نسبت به اینایی که الان من میبینم که هر روز میان بالا و خب حالا بماند که چه داستانه پشت اینا هستش، اینا که روز به روز این اتفاق میفته، ولی خب اوکی، یه خواننده میاد بالا، یک عالمه طرفدار پیدا میکنه، یک عالمه معروف میشه، یهو ظرف دو سال شما 30 تا ازش ترک میشنن، خب چه اتفاقی بعدش میفته؟ من فکر کنم مهمترین فاکتور اجراست. یعنی من فکر من اینطوری فکر میکنم. نه منم با شما هم عقیده، فکر نمیکنم. یعنی حالا نظر شخصی میگه خیلی از خواننده هایی که حالا چه مرد چه زنش که شاید مینستریمن، خیلی همه گیر میشن، خیلی قابلیت اجرا ندارن. یعنی من اگر داشتن مطمئنا دعوت میشدن که اجرا برن، چه بهاوت اجرای کوچکتر، ولی من کمتر میبینم که این کارو بکنه. یه سوال دیگه بپرسم سپین رو عزیز، شما کپی رایت کاراتون همش مال خودتونه؟ والا باید اینطوری باشه، دارم کاراشو انجام میدم بعد از این که چون من نگاه کردم باشه. خب 4 تا کار اولاتون که حالا دو تاش 3 تاش تو ایران بود، یکیش بیرون از ایران، بعد یه جورایی بین آونگ و رادیو جوان بک اند فورد شدی. اول یه آهنگی به اسم بی‌معرفت که فکر میکنم با شهرام نورس کار کردین دیگه، حداقل پروداکشن مال ایشون بود، اون کار اومد بیرون، بعد کلن حالا اون پروژه به اتمام رسید، برگشتین زیر مجموعه رادیو جوان. این اتفاق چجوریه؟ خیلی بازم همون اتفاقی براتون اتفاق افتاد، آشناییتون حالا مثلا با شهرام، با کار کردن با مجموعه شهرام و پروداکشن شهرام، بعد برای پروژه بعدی معجزه کلن اصلا متفاوت؟ من اول یه توضیح در مورد اون حرف قبلی بزنم که گفتیم اجرا نداشتن. اول یه توضیح بدم که من جسارت نکنم به خواننده‌های خانم، همشون عالین. من منظورم نیستش که کسی که خیلی معروف داره میشه اجرا نمیره، یعنی این که قابلیتشو نداره. منظورم اینه که مارکت براش باز نیست، با اینکه این همه ترک میدن بیرون، اون اتفاقه از نظر مارکت ایرانی براشون نمیفته که به اجرا برسن. این یه توضیحی که من بعد اون اضافه میکردم. و در مورد کار کردن با چند تا ترک اولم که خب خیلی در اون موقع یک کم داستانا پیچیده است. اون موقع این مدلی نبودش که لیبل ها با هم متفاوت باشن، یعنی یا شاید ما در جریان نبودیم که آونگ جداست، رادیو جوان جداست. بیشتر اون موقع که من کار کردم 2014، خب همه کارا به آونگ داده میشد و پی ام سی پخش میشد و کار به این شکل بود، متفاوت، و در کنارش رادیو جوان هم گذاشته میشد. تو این سالهای اخیر خب رادیو جوان جایگاهش تغییر کرد و بالاخره یه اپی شدش که خیلی مردم پسند شده و مردم خیلی دوست دارن و همه جای دنیا هم ایرونی‌ها دارن ازش استفاده میکنن. به خاطر یه سری داستانه که به وجود اومده، شرایطی توی چند تا ترک اولم اون موقع صلاح میدونستم که با آونگ کار بکنم. بعد هدف هم تغییر کرد، مدل نگاه هم تغییر کرد به کارهایی که میخواستم انجام بدم و احساس کردم که بیشتر با رادیو جوان هدف هم تو یک مسیر میتونه قرار بگیره تا با آونگ. به این دلیل تا جایی که میدونم خیلی از خواننده ها چه مرد چه زن یه جورایی دستبندی میشن دیگه. یه سری خواننده ها اکسکلوسیوی برای رادیو جوان کار میکنن، یه سری اکسکلوسیوی برای آونگ کار میکنن. من کارام کارای خودمه، یعنی من الان اینطوری تمام این ترک هایی که اومده بیرون، ویدیوهایی که اومده بیرون، هیچ کدوم از اینها فروخته نشده به کسی. یعنی اینطوری نیستش که این کار اون کارا لیبل شده آونگ پخششون کرده، این کار هم رادیو جوان پخششون کرده. یعنی در واقع تهیه کننده یه کار، پرودیوسر همه این کارا خودم بودم تا الان. فقط توی پخشش از لیبل کمپانی استفاده شده. دقیقاً. از کسای دیگه که توی مجموعه به من کمک کردن، ولی اینکه چیزی رو اونها انجام داده باشن، چون الان میدونیم که آونگ و رادیو جوان یه سری خواننده دارن که خواننده زیر قرارداد و لیبل این دوتا کمپانی هستن و خب قطعا تصمیم گیری هم دارن، ولی برای کار من نه، به این شکل نیست. این دوتا کمپانی تا امروز فقط کاری که انجام دادن و لطف کردن پخش. پس شما خودتون یعنی آگاهانه انتخاب کردین که
زیر مجموعه نباشین، ترجیح که خودتون روی کار سوار باشین و خودتون تصمیم گیری بگیرید که چه کارهایی ازتون پخش بشه و چه کارهایی حالا به بعدا تا الان به این شکل تا بوده. الان اینجوری بوده. راضی بودید از چه قسمت کلا از وقتی که مهاجرت کردید دیگه، از وقتی که اصلا کلا تصمیم گرفتین بخونید بعد تبدیل شد به مهاجرت و بعد مهاجرت تبدیل شد به کارهای پخش کردن، راضی بودید؟ فکر می‌کردید خیلی آره خیلی خیلی قشنگتر، همیشه اون آدم قشنگتر فکر میکنه وقتی به واقعیت نزدیک میشه، متفاوت میشه. ولی آره اگر که 100 بار دیگه هم 1000 بار دیگه هم برگردم باز هم تصمیم میگیرم و همین کاری که تا الان انجام بدم و انجام بدم، شاید یه سری ریزه کاری ها رو جا به جا بکنم ولی کل داستان قطعا همین کار رو انجام. یه چند نکته رو بگم که برام جالب بود، دوستانم شاید گفتنش بکنم جالب باشه برای کسی که دارن برنامه رو میبینن. یکی اینکه توی پستایی که تو اینستاگرام میذاری، مادرتون یکی از شخصیتایی که عکس ازش حداقل حالا هر 7-8 تا که از خودتون یا از اتفاق میفته یه عکس مادر میره جلو، اون گفتین که همیشه حمایتتون کرده، اون ارتباطه الان چجوری هنوز به همون داغی و گرمی مادر دختری هست؟ من خب جایگاه مادر برای همه آدم ها، مادر براشون یه جایگاه، یعنی پدر مادر کنن جایگاه متفاوتی دارن، ولی من واقعا مادرم، همه همینو میگن و میان مادرم هم میکسم، همه این چیزی که حرف همه میزنن، من مادرم، تنها مادرم، یعنی بهترین دوستم. خب من خواهر ندارم، میتونم چون فاصله سنیمون هم زیاد نیست با هم دیگه، بهترین دوستم، صمیمیترین خواهر، کسی که بتونم باهاش به راحتی مشورت بکنم، و خیلی خیلی شخصیت جالبی داره مادر من، خیلی به نظر من متفاوته. و حال جالبه که بقیه دوستای منم همین احساس رو به مادر من دارن، یعنی همشون میگن که فرق میکنه، یعنی یه تفاوت خاصی داره، خیلی ذهن خیلی بازی داره، خیلی خیلی انسان متفاوتیه برای من. و همه تقریبا میتونم بگم هر کاری میکنم به خاطر مادرم میکنم. بعد سوالی که پشبندش میاد این که مادر کارها رو میشنوه قبل از اینکه پخش بشه یا فاکتوره، یعنی مثلا اون مهر تاییدیه مادر روی کاراتو میخوره یا نه؟ مرحله به مرحله مادر من نظر میده، یعنی من از لحظه به لحظه کارهایی که انجام میدم، یعنی تمام ادیت هایی که اتفاق میافته، یعنی از زمان ریکوردینگ، از زمان انتخاب شعر، ملودی، تنظیم، تو تمام مرحله ها، هر چند باری که بخونم بخوایم ادیتش بکنیم، ویدیو هر تعدادی که ادیت بشه، انتخاب لباس، هر چیزی، تمام جزئیات مادرم دونه دونه، یعنی من فقط با مامانم در واقع بتونم بگم مشورت میکنم و همه چی با هم دیگه هماهنگ میکنیم و کار به نتیجه میرسه. بسیار عالی. و برای نکته دوم که چقدر به فوتبال علاقه دارید، خیلی برام جالب بود که جدی. پس حمایتتون از تیم ملی چی بود؟ کلا فقط صرفا حمایت دارید تو جام جهانی بود اون زمان؟ حمایتم خب حمایت به عنوان که خب قطعا از این نظر که برام فرق نمیکنه چه رشته ای چه چیزی، من مردم کشورم تو هر کاری بخوان موفق باشن، من چه علاقه داشته باشم چه نداشته باشم حمایت میکنم، چون قطعا اول از همه ایرانی ام، دوم هم که خب هزاران میلیون ها نفر دیگه اون کارو دوستن و من به حمایت از بقیه، سلیقه بقیه این کار انجام میدم. ولی فوتبال میتونم بگم جز معدود ورزشی که من واقعا تنها فوتبالی رو که توی زندگیم دیدم ایران و استرالیا بود. خیلی سال پیش من خیلی بچه بودم، قشنگ یادمه همین 21 سال پیش تنها فوتبالی که من تو زندگیم دیدم، دیگه هیچ فوتبالی من ندیدم، یعنی حتی 5 دقیقه‌ش هم ندیدم، حتی فوتبال از 2018 روسیه هم ندیدین؟ هیچی ایران در مقابل اسپانیا؟ جدی؟ هیچی نمیدونم واقعا جدی دارم میام. حتی اسم از بازیکنان نمیدونید؟ اصلا. چرا عابدزاده رو واقعا میدونم؟ جالب شد. یه سوال دیگه، یعنی دو بخشه، یکی این که توی پیجتون هشتگ وایولین زدین، ویالون میزنید؟ بله ویالون میزنید. و توی سفره شب یلداتون ساز ستار بود، درست میگم؟ ستار امسال؟ سه سال پیش. سال پیش
یه ستاری هست تو عکساتون، درست میگم؟ تو یکی از شب یلداها بله، من ستار نمیدم، اما اکثر سازار خب من با ساره عزیز ما با هم زندگی میکنیم، با اکثر سازار رو داریم دیگه ما، ولی من خودم ویالون میزنم. ویالون میزنید؟ بعد جالبه تو کاراتون استفاده کردین از ساز ویالون؟ توی بیمعرفت، توی بیمعرفت ویالون زده شده. خودتون زدین؟ بله بله. او چه جالب. بعد تو تصویرم بوده، پس بعد دوباره برم نگاه کنم. یعنی توی تصویرم نشون دادین که ویالون میزنید یا نه؟ بله توی تصویر. بعد دوباره بله. نگاه بکنم. پس اون قسمتشو با دقت نگاه نکردم. چند سال ویالون میزنید؟ من خیلی سال پیش ویالون رو شروع کردم، ولی متاسفانه هیچ وقت انجام دادم، هی ول کردم، هی زدم، هی دوباره نزدم متاسفانه. ولی میتونم بگم از سن 11-12 سالگی شروع کردم، ولی هی میگم یه سال زدم، 5 سال نزدم، 2 سال زدم، 4 سال نزدم متاسفانه. الان دارم فکر میکنم خواننده زن ویالون زن نداریم، داریم؟ مرد که داریم. خب آقای بیژن مرتضوی هستن، یه مدتی شادمهر میزدن. خانوم نداریم؟ نه. چیزی هستش که شاید بهش فکر کنیم نه؟ در آینده دارم سعی هم میکنم، اتفاقا الان خیلی جدیتر دارم تمرین میکنم و خیلی ساز مشکلیه. آره. خیلی ساز مشکلیه، تمام تلاشم رو دارم میکنم و جذابه. یعنی من فکر میکنم برای من نوعی دارم فکر میکنم خواننده زنی داریم که ساز بزنه در حال خوندن؟ داریم خواننده های خانم که ساز میزنن؟ ساز من تنها کسی که دیدم که ساز زده تو یا آهنگشم دیدم ساز زده، فقط اونم تو پخش مستقیم بوده، یا آهنگ بود که سوگن نوشته بود که خودش با گیتار میزد. من خواننده زن دیگه‌ای به یاد ندارم. اگه داری منو لطفاً آگاه کنید. شما دوست دارید کسی که ساز بزنه و آهنگ بخونه؟ رنا منصور پیانو میزنه میخونه. yes. بله دقیقا. بعد خدمتتون عرض شود که خواننده های خانممون خیلی حافظه اسمی ضعیفه، یه خواننده خوبی داریم که ارمنی اسمش یادم نمیاد، خیلی هم دوستش دارم، نه ایرانه اتفاقا. آه. که ویالون سل میزنه. اوکی. ولی اینکه بزنه بخونه نه. خب ویالون هم میدونی که یه سازی که شما نمیتونی همزمان بزنی و بخونی. من پلنم هم، من دارم این پلنو که تمام تلاشم دارم میکنم، ولی خب از اونجایی که من خیلی آدمیام که باید همه چی بهترین بشه، باید قطعا به اون درجه از بهترینی برسه که بخواد اجرا لایو باشه، چون ویالون اصلا سازه، میدونید ویالون مثل گیتار، مثل پیانو نیست که شما اگر ملودی رو اشتباه بزنی فالش نزدی، چون ساز کوکه. پیانو شما هر کلاویر که بزنید نوت درسته، یا گیتار همینطور، ولی ویالون این شکلی نیست. ویالون هر یک کوچولو بالا پایین شدنش همه چی رو میتونه خراب بکنه. برای همین من اعتقادم به اینه که یادم نباید یه کاری بکنه، اگه میکنه بهترین خودش رو توی اون کار انجام بده. و شاید هم بخاطر همینه که اینقدر فعالیتتون کمه توی اینستاگرام. فعالیتم کم نیست توی اینستاگرام. چند سال فعالیت میکنم؟ خب ببینید، قبل از اینکه از ایران بیام، من 3.5 سال که از ایران اومدم بیرون. وقتی مهاجرت میکنید یه سال اول که من فکر میکنم که من که احساس میکنم اصلا زیر آب زندگی میکنم، هیچی متوجه نمیشدم، یعنی اصلا واقعا نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته. این یک سال اول. توی 2.5 سال که اومدم، توی 2.5 سال کم کار نکردم، 3-4 ترک داشتم، 2-3 ویدیو داشتم، 3-4 ترک داشتم، اجرا داشتم. میدونید ریاضی نیستش که فرمول داشته باشه شما بگیم خوش سر هم یه سری کار انجام نه، بعد اتفاق بیفته. قبلش هم که من ایران بودم که نمیشد کار کرد، یعنی من خیلی نمیتونستم کاری انجام بدم، نمیتونستم چیزی پست کنم توی اینستاگرام، خیلی کاری نمیتونستیم ما انجام بدیم. میدونی توی 2.5 سال به نظر خودم اگر 3 سال حساب بکنید، سالی 70 تا پست نسبتاً خوبه دیگه، هر 5 روز یه بار یه پستی گذاشتید دیگه، هر 5 روز یعنی هفته یک دونه پست گذاشتید دیگه، درست میگم؟ هفته سعی میکنم هفته یه، نمیخوام سیستمش ماشینی باشه. ببینید میشه تولید کرد، کاری نداره که من بگم که الان من میتونم بشینم کلا شروع کنم هر روز یه کاری انجام بدم، ولی به نظر من به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک خواننده، حالا یا هر آرت دیگه، شما نمیتونی هر روز یه چیزی رو به مخاطبت بدی.
یعنی من الان اگه هر روز پست بذارم به نظر شما قشنگه؟ هر روز بخونم پست بذارم قشنگ نیست؟ بعد 5 روز 6 روز میام بس دیگه. یعنی بهترین خواننده هم که باشه دیگه خسته میکنه به نظر من. این من خودم خسته میشم. چرا که نه، بالاخره همین که نه زیادی اوور اکسپوز بشی نه کلن از زیادها برید دیگه. انشاءالله که اون دو سال دیگه هیچ وقت دیگه اتفاق نیفته دیگه، درسته؟ کدوم دو سال؟ اون دو سالی که کار نکرده دیگه 2016. آه نه دیگه. دیگه امیدوارم هیچ وقت اون حتی اون دو سالی هم که من کار نکردم با برنامه ریزی به این شکل نبودش که من بگم خب مثلا اتفاق افتاد. نه، من سعی میکنم تمام تلاشم میکنم که برای تمام کارم با برنامه ریزی برم جلو. اون دو سال هم نباید کار میکردم، نمیشه، نباید کار میکردم که بتونم ادامه. بسیار عالی. بیشتر چیزی که میتونم بگم اینه که فقط هر روز تمرین. و وقتی آدم میخواد یه کاری رو شروع بکنه اولش میگه که چون طول میکشه دیگه، کارهای تمام کارها زمان لازم داره، مخصوصا موسیقی مثل خوندن ساز زدن اینا چیزی نیستش که شما بیشترین استعداد رو هم که روی کره زمین داشته باشین شما نیاز به تمرین و تلاش دارین. اصلا امکان نداره یه کسی بگه من یک روزه تونستم خواننده بشم، یک روزه تونستم. یعنی اونی که حتی بهترین استعداد داره، من البته خیلی به استعداد و معنا اعتقاد ندارم، من اعتقاد دارم همش تلاشه. به این فکر نکنن که وای حالا مثلا 5 سال طول میکشه تا من به اون جایی که میخوام برسم. به یه چشم هم زدن و 5 سال تموم شد و وای اگه 5 سال پیش این کار رو میکردم الان تموم شده بود. من میگم حتما همون کاری که میخوان انجام بدن از تو همون لحظه، یعنی فردا یه ساعت دیگم نه، همون لحظه انجام بدن. و من فکر میکنم که حتما با کلاس پیش برن، حتما تا جایی که میتونن ساز بزنن، موسیقی رو بدونن، یعنی توی موسیقی میگم برن کلاس، سولفژ بخونن، تئوری موسیقی بخونن، ساز بزنن. اگه استعداد واقعی باشه تلاشه هم که کنارش بیاد و این اتفاق و اطلاعات هم بیاد دیگه بی نظیر میشه و معجزه باشه دیگه. دقیقا هم معجزه اتفاق هم. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی که وقتتون بهم دادین، واقعا افتخاری بود هم با خودتون صحبت کردن هم آشنا شدن. ممنونم. مرسی که دعوت. ممنون از شما. مرسی که این موقعیت رو قرار دادین که من بتونم حالا یکم از خاطراتم، یکم از گذشتم بتونم حرف بزنم.